در داستان رایج از رشد شخصیت داستانی که از کودکی با آن بزرگ می شویم ازدواج یک فصل مهم است انتظار می روید در زمان مناسب به این فصل جامعه عمل بپوشانیم ولی آیا ازدواج به معنی رایج در حال منسوخ شدن نیست؟ سلام زمانی در احصار پیشین آدمها در اون چه که حالا نوجوانی نام گرفته ازدواج می کردند در طول یکی دو دهه بعد در دوره ای که حالا دیگر جوانی خوانده می شود، صاحب چندین فرزند می شودند. و در مرحله ای از حیات که در اصر حاضر میانسالی نامیده می شود، خود را در آستانه مرگ می دیدند. حالا با افزایش امید به زندگی انتظار عمر 80 ساله و بیشتر مختص افراد بسیار سالم و خوشبنیه نیست از اون گذشته در زمان حاضر انسانها در معرض انواع تجربه هستند که در اعثار پیشین در دسترس نبود و تصورش هم نمی رفت تجربه هایی که دگرگون ساز هستند آیا این مقدمات نباید شما را به یک یافته مهم و رادیکال در مورد ازدواج برساند؟ یکی از مهمان های برنامه ابراهیم سلطانی استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه میشیگان میگوید چنین مقدماتی او را به این نتیجه میرساند که قول ماندن بر ازدواج تا دم آخر تا مرگ را نه تنها نشدنی بلکه غیر اخلاقی بداند اما لیلی نیکو نظر پژوهشگر مطالعات فرهنگی میگوید چنین یافته ای بر یک سوء تفاهم استوار است خواهیم پرسید چرا ولی پیش از اون از آیه سلطانی بپرسیم شما چرا فکر میکنید ازدواج به معنی رایجش نه تنها الان در واقع نشدنیه بلکه غیر اخلاقی هم هست اجازه بدید اول من این معنی رایج رو توضیح بدم بله؟ ما میدونیم که ازدواج هیچ تعریف فراتاریخی زادگرایانه ای نداره ازدواج تعریف های مختلفی داره و این ازدواجی که من میخوام راجع بهش صحبت بکنم تلقیه که عموماً از قرن بیستم رایج شده در این تلقیه از ازدواج که من اسمش رو تلقیه رومانتیک حد اکثری از ازدواج میگذارم بنابر این هست که طرفین عاشق هم باشند، عشق رومانتیک نسبت به هم داشته باشن و وارد ازدواج بشن این عشق رمانتیک در واقع طرفین رابطه زناشویی رو در موقعیت قرار میده که به هم قول بدند که نسبت به هم وفادار خواهند موند متعهد خواهند موند از هم مراقبت خواهند کرد و این کار رو برای همیشه تا پایان عمر خواهند کرد بنابراین چند عنصر اساسی تشکیل دهنده این تعریفی است که ما ازش تا به عنوان تعریف رایج یاد میکنیم عشق قول تعهد وفاداری و این موقعیت زمانی کمی ماندگاری, پا... بله. بله. یه نکته دیگه هم که خوبه که در مورد این تلقی بدونیم اینه که تلاش شده که به این, تلق... به این تلقی از ازدواج که تلقی متأخری از مفهوم ازدواج هست هم موقعیت اخلاقی برتر داده بشه گویی این بهترین نوع مناسبات دو فرد هست که به هم علاقه عاطفی دارند سالمترین و مفیدترین برای طرفین رابطه و برای جامعه من میخوام استدلال بکنم که اولاً به لحاظ اخلاقی چنین قولی قابل دفاع نیست و دومون الگوی جایگزینی که میخوام پیشنهاد بکنم از چند جهت برتری داره به این الگوی به تعبیر شما رایج در مورد رایج بودنش هم آمار وجود داره و اگر در جایی از برنامه فرصت بود اون آمار را عرض خواهم کرد استدلال اولم اینه که ما وقتی که قول میدیم در واقع باید قول به انجام کاری بدیم که از عهده انجامش برمیاد عشق یک عاطفه پرشور خارج از کنترل و اراده افرادی است که درگیر رابطه عاشقانه و رمانتیک با هم هستند یک هیجان شدید میل به خواستن میل به داشتن دیگری برای همیشه در ای که افراد در این مناسبات عاشقانه هستند با هم و از این جهت شبیه سایر عواطف و هیجانات ماست و بلکه بیش از سایر عواطف و هیجانات ما به دلیل ساختار وحشی و خارج از کنترلش بر اساسش نمیشه هیچ قولی داد اگر دستخوش کس... تغییر میشه میتونه دستخوش تغییر بشه مطالعاتی وجود داره که حتی در مورد مدت زمانی که این عشق رو به سردی میگذاره یا شکل دیگری پیدا میکنه نتایج قابل توجهی به دست آوردن مطالعات تجربی بنابراین نکته اول هم اینه که وقتی که ما قول میدیم بر اساس یک عاطفه پرشور که من تا پایان عمر با تو خواهم بود فرد قول به انجام کاری میده که از اختش بر نخواهد اومد و بیش از این که این مگر اینکه ما تفسیرمون رو از این قول عوض کنیم به جای این که این قول رو قولی معطوف به آینده پیش بینی آینده بدونیم نماد شدت هیجانات عاطفی فرد در لحظه دادن قول بدونیم به هر حال اگر فرد چنین قولی بده قول داده که کاری رو میتونه بکنه که نمیتونه بکنه و اگر طرف مقابل که بناست همسر آینده فرد باشه چنین تقاضایی از طرف مقابل داشته باشه که چون تو به من ابراز عشق میکنی باید تا پایان عمرت به من وفادار بمونی و از من مراقبت بکنی در واقع تکلیف مالای و به یه تعبیر یعنی درخواست چیزی که فرد نمیتونه انجام این استدلال اخلاقی اولا برای وجه غیر اخلاقی مناسبات زناشویی که مبتنی بر چنین درگی از عشق هست تا این راسته از غیر اخلاقی بودنش صحبت نکرده بودید گفته بودید نشدنیه یعنی به این دلیل که نشدنیه انتظار اون هم از دیگری غیر اخلاقی بله شما... انتظارش از دیگری غیر اخلاقیه و خود فرد هم نباید چنین قولی بده دید. یعنی اگه فرد ارزیابی واقع بینانه ای از ساخت و سرشت عشق داشته باشه و ارزیابی واقع بینانی از امکانات روانشناختی خودش به عنوان انسان داشته باشه اساسا نباید چنین قولی بده این نکته اول نکته دوم در مورد مزایای اون پیشنهاد جایگزینیه که من میخوام عرض بکنم اون پیشنهاد جایگزین این هست که ما به جای اینکه یک تلقی رومانتیک حد اکثری از ازدواج داشته باشیم یه تلقی حد اقلی از ازدواج داشته باشیم بدون اینکه اهمیت عشق رو در شکل گیری روابط انسانی و تداوم روابط انسانی نادیده بگیریم و پیشنهاد میکنم که افراد موقعی که میخوان قرار بگذارن برای ازدواج و با هم بودن قرار محدودی مبتنی بر یافته های روانشناختی، جامعه شناختی مربوط به عواطف انسانی بگذارن و پنج سال، شیش سال، هفت سال هر مدتی که یافته ها کمک میکنه یا خودشون خودشون رو آماده میرن با هم قرار بگذارن که وارد یه رابطه ای بشن که همچنان ما میتونیم اسمش رو ازدواج بگذاریم و این رابطه بعد از پایان بعد از انقضای اون قرار داد به صورت خودکار تمام خواهد شد برخلاف این شکل حد اکثری رومانتیک که افراد اگر بخوان از رابطه ازدواجشون خارج بشن باید طلاق بگیرن از همدیگه، اینجا به صورت خودکار رابطه منتفی خواهد شد مگر اینکه طرفین میل به تجدید رابطه داشته باشند و به این جنبندی برسن که من میخوام دوره طولانی تری رو با این فرد سپری کنم. اون, بکنم. اون هم طلاق نخواهد بود متا طلاقی که بعد پنج ساله یا شش ساله یا هفت ساله نوع انتظارات فرد در شکلی اتفاقی که ما اسمش رو طلاق میگذاریم یا نمیگذاریم به نظر من مهم اگر طرفین از ابتدا بدونن که در یک موقع مشخصی رابطه بدون هیچ اقدام حقوقی قانونی به پایان خواهد رسید دیگه خیلی بعید میدونم که بتونیم اسمش رو طلاق بذاریم و در ادامه برنامه من خواهم گفت بست. که چرا این الگوی جایگزین میتونه الگوی بهتری باشه استدال های آقای سلطانی بر بحث ساخت و سرشت عشق به قول خودشون استواره شما این رو به چالش میکشید به ما بگید چرا خانم نیکو نظر؟ من حالا به استدلالای آقای سلطانی برمیگردم به خاطر اینکه همه رو خیلی فشرده عنوان کردن من برمیگردم به استدلالاشون ام اما ما وقتی در مورد عشق صحبت میکنیم حتی همین عشقی که در واقع موضوع برنامه ماست فکر میکنم که یک در واقع یک توافقی داریم در مورد چی داریم صحبت میکنیم رابطه بین یک زن و یک مرد چون موضوع این برنامه به هر حال ازدواج هتروسکسواله این بحث رو ادامه میدم من وقتی ما در مورد ازدواج صحبت میکنیم صرفا در مورد عشق صحبت نمیکنیم صرفا در مورد یک رابطه عاشقانه صحبت نمیکنیم عشق بخشی از مفهوم ازدواجه وقتی در مورد عشق صحبت میکنیم در واقع داریم در یک از یک نهاد اجتماعی بسیار پرقدرت در جامعه صحبت میکنیم این نهاد اجتماعی کارکرد اجتماعی داره یعنی که کارکرد آموزشی داره کارکرد اقتصادی داره کارکرد تداوم نسل رو داره و کارکرد جنسی دیگه. ازدواج دیگه نهاد ازدواج کار بله. کرده اجتماعی نهاد ازدواج یعنی بله. uh, اینکه این نهاد همچنان با مسئله قدرت و با مسئله پرستیج در تماس همچنان قراره که به یک بخش عمده یعنی یک خاص عمده حکومت رو جواب بده و اونم این هست که میخوان روابط شرفندان و روابط جنسی شرفندان رو قاعده مند بکنن بنابراین ما با در نظر گرفتن این وچه قضیه و این وچه ازدواج که ازدواج به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم که زیربنای یک نهاد اجتماعی مهمتر هست و اونم نهاد اجتماعی خانواده است داریم به مسئله اش... ازدواج نگاه میکنیم عشق و عشق رومانتیک یک و اسطوره ازدواج یک بخش از ماجراست بخش دیگرش برمیگرده به اینکه ما چطور ازدواج رو به لحاظ کار کرد و به لحاظ اون فانکشن و وظایفی که توی جامعه داره بهش نگاه میکنیم ام... بنابراین چون ببینید ما با یک مسئله بسیار تمام قامز بودن و پیچیده بودن نهاد ازدواج در این چند وچی بودنشه اینکه ما فقط در مورد عشق رومانتیک صحبت نمی کنیم در مورد کارکردهای اجتماعی عشق هم کارکردهای اجتماعی نهاد ازدواج هم صحبت می کنیم اگر ما در این مرحله روی همین بحث عشق رومانتیک صحبت کنیم شما این رو هم در واقع که اساس سست میدونید برای طرح بحث در مورد ازدواج چرا؟ ایده عشق رومانتیک نسب نظر میرسه ایدهی که همه ما وقت در مورد صحبت می کنیم کم و بیش میدونیم در مورد چی داریم صحبت می کنیم همون ایده عشق ای رمانتیکی که خب من این انسان رو دوست دارم من این انسان رو انتخاب می کنم هر چی این انسان میگه بهترینه و من می‌خوام کنار این بمونم و تا ابد ادامه بدم حالا چرا این این انقدر این اسطوره این دیر، انقدر دیر یعنی این ایده عشق ای ای رمانتیک انقدر عمیقه به دلیل که شما اگه نگاه بکنید میبینید که در همین حال حاضر چهل درصد رمان در آمریکا در مورد عشق رمانتیکه صنعت تبلیغات هلوهوش رومنس و عشق رومانتیکه در سینما ژانر وجود داره برای عشق رومانتیک پربیننده ترین رالیتی شو هلوهوش مسئله رومنس هست یعنی حالا من میتونیم بپردازیم به اینکه چرا این اتفاق میفته یعنی خب خیلی کسایی هستن که از منظر در واقع خیلی از پژوهشگرایی که از منظر انتقادی به مسئله نگاه میکنن میگن یک هژمونی اساسا هژمونی ازدواج یعنی, یعنی ببینید این یک, این یک،, نگاهه یعنی یک نگاهیه که از منظر انتقادی به این نگاه میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه در محل تقاطع بسیاری از گفتمان ها گفتمان های مذهبی، گفتمان های سیاسی، گفتمان های فرهنگ آمیانه گفتمان, های عمومی ایده اصلی این هستش که ما باید ازدواج بکنیم و بعد از طرف دیگه دولت ها هم به دلیل اینکه میخوان روابط شهروندی افراد رو روابط در واقع جنسی شهروندان رو قاعده بکنن این به, جا... که ازدواج میکنن جایزه میدن از طریق پایین آوردن مالیات در اروپا لاقل وقتی ازدواج میکنین در واقع دارین میگین من یک شهروند نرمال و سالم هستم که از عهده ازدواج کردم بر اومدم به, خ... به, همین دلیل که اساسا اعتقاد یه اعتقادی وجود داره که نهاد ازدواج یک نهاد بسیار سرکوبگر به خاطر اینکه بقیه شیوه های زندگی رو از بین میبره و کسایی که نمیخوان به ازدواج تن بدن در در واقع در محصولات فرهنگ عامیانه یا در اون نفعی که بازنمایی میشن اینها آدم هایی هستن که یا مخصوصا این مسئله در مورد زنان مساق داره زنانی که نمیخوان ازدواج کنن آدم هایی که زیاده جاه طلب هستن آدم هایی که به هر حال مطبوع نبودن اونقدر که بتونن شریکی یاری برای زندگیشون پیدا بکنن بله من مطمئنم در بخشی از این صحبت های شما آقای سلطانی هم با شما هم فکره ولی یه نکته رو گفتید که گمان میکنم نقدی به صحبت آقای سلطانی اونم وقتی شما آقای سلطانی میگید راه چاره اینه که ازدواج رو محدود کنیم به قول خودتون مدتار کنیم این کماکان بر ایده عشق استواره یعنی شما میگید که تا زمانی که این دو نفر به هم دیگه عاطفه داشته باشن یا در شرایط ادکسری اد کماکان عاشق هم باشن خانم نیکو نظر میگه همین هم یک فریبه یک سوء تفاهمه نی شما محدود میکنید مددار دار میکنید اما کماکان بر همون اساسی شما این ازدواج در شکل بازنگریش در قرار میدید که از نظر ایشون ساخته مثلا گفته میشه سنت فرهنگ رمان ها فیلم ها همه این چیزها سعی میکنه این اسطوره تقویت کنه که بله ازدواج باید بر اساس یک عشق استوار باشه من هم از همین شروع کردم از همین فرض که این تلقی رمانتیک از رابطه زناشویی تلقی متأخریه یعنی با هم به لحاظ تاریخ عشق و نهاد خانواده از این جهت با هم اختلاف نظر نداریم ولی شما اگه به آمارها مراجعه کنی آمارهایی که نظرسنجی کردن مؤسسات معتبر نظرسنجی در جهان درباره درک آدما از چیزی که دارن واردش میشن خب حالا ممکنه این درک تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل گرفته باشه ولی شما وقتی که به اون درک مراجعه بکنین بالای 90 به صورت میانگین در جوامع مختلف بالای 90 درصد افراد پاسخ دادن که اولین دلیل یا انگیزه ما برای ورود به رابطه زناشوی عشقه حدود 80 خورده درصد توضیح دادن که ما وفاداری میخوایم خیلی جالب این اعداد حدود هفتاد و خورده درصد گفتن که ما مراقبت میخوایم یه کسی که همدم و مونس ما باشه درصدها خیلی بالاست آیا منظورت اینه که همپوشانی دارن یعنی یه, یه کسی میگه می م... که من عشق میخوام می می چند تا در این عشق مواظب برمیتونه به چند تا از اینا اشاره بل. بکنه ولی اولویت بندی بکنه بل. بل. بعد مسائلی مثل صبات اقتصادی و فرزند آوری که در روابط زناشویی در مراحل بعدی روابط زناشویی اولویت پیدا میکنند اونا در ابتدا به عنوان انگیزه های شکل گیری خانواده در پایین ترین رده ها قرار می بنابراین من میخوام بگم که هر چی هر عامل مادی و ساختاری که پشت شکل گیری این تصور از رابطه زناشویی وجود داشته باشه این الان تصور قالبه این تصور بسیار رایجیه برای تغییر این تصور البته به عنوان فرد ساختارگرا شما ممکنه بگید که من باید ساختارا رو تغییر بدم مناسبات دولت و جامعه رو باید تغییر بدم و و و ولی من معتقدم فرهنگ هم مهمه در اتفاقاتی که میفته در آینده یک جامعه و استدلال من معطوف به تغییر اون فرهنگه میخوام بگم که اگر هم الان تلقی قالبینه که ازدواج باید بر مبنای عشق صورت بگیره این شروع خوبیه همین نگه داریم ولی توجه داشته باشیم به محدودیت عشق به محدودیت‌های آغاز رابطه بر تشکیل یک نهاد پیچیده بر اساس عشق و بر این اساس حرکت بکنیم و پیشنهاداتمون رو شکل بدیم مسئله دوام چقدر مطرح شده بود تو صحبت ها به دلیل اینکه حالا من داشتم یه مطالعه رو می‌دیدم که روی صد تا زوج آمریکایی انجام شده در مورد اینکه ایده اصلیشون از ازدواج چیه یعنی در مورد ازدواج چی فکر میکنن و چه انتظاراتی دارن یک آمار خیلی زیادی از این افراد در مورد این حرف ساده بودن که در واقع دو تا چیز مد نظر زوجای آمریکایی بوده است صد تا زوج آمریکایی ام، یک مسئله ام، نفع مشترک نفع عاطفی مشترک یعنی اینکه یک زن و یک مرد باید در طی دوران ازدواجشون به صورت مشترک و به صورت مساوی از اون رابطه به لحاظ هم عاطفی و هم جنسی رضایت داشته باشن بسیاری از اینها از کلید واژه ازدواج خوشحال صحبت میکنن نه ازدواج به تنهایی که اینا مثلا برمیگرده به همون صحبت های شما و این ایده متأخر از اش ما قبلا تا قبل از انقلاب صنعتی در مورد تا این اندازه در مورد ازدواج خوشحال صحبت نمی کنیم بعد از انقلاب صنعتی که ما میایم و در مورد از... یعنی این بخش ارزای عواطف و اینها وارد بحث ازدواج میشن اما یه مسئله مهم دیگه که اینا بهش اشاره کردن مسئله دوام ما انتظار یعنی میگن ما انتظار داریم ازدواج ما دوام پیدا کنه خب اینجا با اون بحث شما یه مقداری ما به مشکل برمیخوریم که چطور میشه در واقع ما چطور میخوایم این ایده رو تغییر بدیم یا چطور میخوایم به این ایده برسیم وقتی که آدم ها فکر میکنن اساسا اص... ازدواج به معنای تداوم هست و سختیش هم در همین هست آیا منظور شما اینه که اگر زوج گمان نکنند که این ازدواج تداوم خواهد یافت اینقدر که باید رضایت از اون نخواهند داشت یا سخت خواهد بود تضمین این که این ازدواج به قول شما ازدواج خوشحال باشه اگر که ما کارکرد اقتصادی ازدواج رو در نظر بگیریم کارکرد فرزندآوری رو در نظر بگیریم کارکرد آموزشی چون بر حال ازدواج نهادیه که قرار نهاد خانواده برای سوار بشه و قراره که نقش‌های جنسیتی به فرزندان آموزش داده بشه و اونجا جاییه که اصلا ساخت اجتماع شکل میگیره خب اون دوام کمک میکنه که این نهاد یعنی اینکه قرار تا ابد ادامه پیدا این, این کارکردا رو این کار به نفع بهتری بتونه انجام بده اگر الگوهای جایگزین رواج پیدا کنن ممکنه افراد از دوام پنج سال و هفت سال بفهمن نه سی سال و 40 سال بنابراین اینکه الان ممکنه که توهم رضایت برای چند دهه با هم زیستن وجود داشته باشه اولا که میتونه توهم باشه ثانیا میتونه برساخته باشه توهم به این معنی که با توجه شما اگه به آمار طلاق مراجعه بکنید که در همه جوامع بسیار بالاست و رو به افزایشه نشون میده که این توقع اگر هم وجود داشته باشه توقعیه که در چهل تا پنجاه درصد موارد برآورده نمیشه بنابراین اون شادمانی که در ابتدا فرد اون احساس سعادتی که فرد ممکنه در ابتدا فرض بکنه که در مابقی عمرش خواهد داشت بر توهمی بنا شده که 50 درصد خطر سقوطش وجود داره 50 درصد باقی مونده هم ممکنه که دوام پیدا کنه و افراد با هم بمونن ولی طلاق عاطفی رخ داده باشه و عملا در یه درصد بالای از اون کسایی که تا پایان عمر با هم میمونن هم اون شادمانی وجود نداشته باشه پس این نکته اول ما اگر الگوهای جایگزین رو رواج بدیم ممکنه فرنگ, فرنگ خودش هم میاره فرنگ فکر. خودش هم میاره. نکته دوم در مورد اینکه بعضی از کارکردهای نهاد خانواده به حدی از دوام احتیاج داره کاملا درسته این نکته ای که میتونه در مقام تنظیم اون قرارداد اولیه در نظر گرفته بشه به این معنا که اگر دو نفر ما الان میدونیم زوجهای زیادی هستن که تصمیم گرفتن بچه دار نشن بنابراین مقوله بچه دار شدن و پرورش بچه عملا از محاسباتشون بیرونه اون کسانی که چنین درکی رو دارن میتونن قراردادهای طولانی مدتتری با هم تنظیم بکنن کسانی که فرزندآوری فرزند, آوری فرزند آوری رو, در رو در نظر دارن قراردادهای یعنی مثلا بگن که اگه خیلی زمینی تر صحبت برد. کنیم بگن که ما وقتی بچه‌مون فارغ التحصیل می‌کنیم که بچه‌مون 20 ساله شده باشه بله چنین ام... چیزی بله چنین چیزی مقدور خانم نیکو نظر و تا چه حد جوابی به اون نگرانی که شما دارید که یه سری از کارکردهای ازدواج دوام میخواد؟ ببینید ایده ای آقای سلطانی ایده ای که من فکر می‌کنم اگر که به ظاهر ساده میرسه ولی اگر این ایده بخواد اجرا بشه به نظر من خیلی انقلابیه چرا ببینید ما ب... یک چیزی بودن داریم فی نفس بد نیست درسته انقلابی بودن یه ایده فی نفس بد نیست من... نه من طرفدار انقلابی بودنم ولی در این حال من این در این شرایط منظورتون اینه که چه اتفاقی میفته بذارید ببینیم ب... یعنی بریم ببین جلو تو بس ببینیم چه اتفاقی میفته ما یه چرخه خانواده داریم یعنی این چرخه خانواده به معنای این هستش که افراد ازدواج میکنن بچه دار میشن بچه هاشون رو بزرگ میکنن و بعد یک مرحله داریم بشت... ب... که جامعه شناسا بهش میگن امتی نست مرحله لانه خالی اونجا جاییه که آدم ها با هم تنها میمونن و بچه ها رفتن ام... این مرحله که خب به نظر میرسه یک غروبی هم درش هست دیگه ام... بسیار از آدم ها که ازدواج میکنن ام... از وحشت اون لانه خالی و از وحشت اینکه در میان سالی قرار کجا بیسن ازدواج میکنن به دلیل اینکه شما در میان سالی دوچار احتمالا دوچار یه سبکه تحمل ناپذیر هستی میشید بنابراین اگر, اگر, بله بله اگر, اگر که بله حالا شما, سالی. شما اگر که شما فکر کنید حالا ما میایم این ازد... حالا فکر کنید ما بیایم این ازدواج رو تبدیل به چرخه های کوتاه مدت بکنیم کل چرخه خانواده به هم میریزه یعنی احتمالا با... ما با چند چرخه نیمه نیمه مواجه هستیم که معلوم نیست اون وسط بچه ها چی میشن مال و اموال چی میشه و بعد اون وسط در اون میان آدم آدمها با میان رو... سالیشون و با دوران پیریشون میخوان چی کار بکنن آقای سلطانی میگه اگر ما آروم آروم نگاهمون رو عوض کنیم متاثر هم... از همین چیزی که شما انقلاب میخونید در روزی ازدواج خیلی از این چیزها ممکن تغییر کنه مثلا بحث میدلایف کرایسیس که من بهش اشاره کردم بحران میانسالی میان سالی واقعا در قرب مثل یک استور است ولی منی که با فرهنگ ایرانی آشنا هستم میدونم خیلی معنی نداره در جامعه مثل ایران یا لاقل اون موقعی که ما در ایران بودیم معنی نداشت پس خیلی از این چیزهایی که شما هم میگید اینها هم بر ساخته اجتماعیه مثلا بحث لانی خالی که وقتی فرزندان رفتن من چیکار کنم این طرز فکری که ایجاد شده من از نهاد خودم خودم از اینکه اگر این ما تمام این بحث رو ببریم این... سمت برساخته شما بحثتون یادتون نره آقای سلطانی بله. اگر این بحث رو کامل ببریم سمت برساخته های اجتماعی یه, یه جاهایی ما به مشکل برمیخوریم ببینید یه بخش از ایده عشق رومانتیک اساساً اتچمنت وابستگیه بسیاری از آدما دنبال اون شادی و اون در واقع اون احساسی که انتروپولوژیست انترپولوژیستا که تو این حوزه کار میکنن میگن مثل بله انسان میگن مثل حجوم کوکاین در مغز رفتار میکنه بسیاری از آدما در همه مراحل زندگیشون دنبال اون حجوم کوکائین نیستند بسیاری از آدم ها دنبال این هستند که از اون مرحله عبور بکنن و به اون مرحله وابستگی برسن که اون یک فرود مطبوع آرام کنار یک انسانی در میان سالی برای ادامه زندگی بقید. که اونجا و این منطبق است بر... خب اینم به نظرم اینم یه تلقی رومانتیک دیگه است برای اون فرود مطبوعی که شما ازش صحبت میکنید در میان سالی قرار وسط های یه رابطه چند دهه ای رخ بده و ما میدونیم که روابط طولانی پیچیدگی ها و فراز و فرود های خودشون رو دارن بنابراین اون فرود مطبوع ممکنه فرود خیلی دردناکی باشه در میان سالی این نکته اول نکته دوم هم که شما میفرمایید یک وضعیت انقلابیه موافقم ما داریم راجع موقعیتی صحبت می‌کنیم که با خیلی از تلقی های سنتی ما از مناسبات انسانی و مفهوم خانواده و نهاد ازدواج متفاوته اما مگه این اتفاقا در زمین های دیگه نیفتاده بعد ما یک مجموعه عظیمی از حقوقدان ها سیاست مدارا، فعالان فرهنگی فعالان سیاسی خواهیم داشت که در مورد جنبه های مختلف ماجرا میتونن صحبت بکنن قوانین رو تغییر بدن و به سمتی که قوانین متناسب باشه با موقعیت جدید حرکت بکنن همین اتفاق الان داره در جوام غربی در مورد ازدواج همجنسگرایان رخ میده شما به تاریخ مناسبات به تاریخ ازدواج که نگاه بکنید این یه پدیده انقلابیه و این پدیده انقلابی صرفاً به دلیل انقلابی بودنش یا صرفاً به دلیل پیچیدگی های عظیمی که به بار میاره به عنوان یک گزینه کنار گذاشته نشده ما داریم با احتیاط بهش نزدیک میشیم و داریم تلاش میکنیم بفهمیمش و ساختارهای مناسب و بارش بسازیم یه بحث مهم در این قضیه تفاوت بین زن و مرده همش هم بر ساخت اجتماعی نیست همش هم نتیجه سیر جوامع نیست بیولوژی زن بیولوژی زن میگه که یک ساعتی در وجودش هست که این ساعت بهش میگه که تا کی میتونی فرزند بیاری بله و بخش مهمی از ازدواج ها برای فرزند آوری هم هست یکی از کارکرد اگر مقصود اصلی نباشه بله در چنین شرایطی که شما دارید تصور میکنید و تا حدی تجویز میکنید زنی که به مثلا چهل سالگی رسیده و زوجش که تا اون مرحله بای زندگی کرده میگه که من دیگه تو رو دوست ندارم و میخوام برم دنبال زندگیم در چه وضعیتی قرار داره؟ اگر صاحب فرزند نشده دوره فرزندآوریش آوریش گذشته و یار و یاوری هم نداره و امکان اینکه یار و یاوری بیابه بسیار کمتر از همون مردی که باش ده بیس سال زندگی کرده مردها بیولوژیشون بهشون اجازه میده که تا... ادامه بدن زنها این بیولوژی بهشون اجازه نمیده یعنی همه این ماجرا بر اجتماعی نیست دیگه ازدواج بر یه حدی از بیولوژی هم استواره شما چند تا فرض مهم دارید که بعد نیست راجع بهشون گفتگو بکنیم یکی اینکه همه اینا بر اجتماعی نیست شما اگه به موج سوم فمینیزم مراجعه بکنید نظری پردوزانی که درباره در موج سوم فمینیزم در مورد همین تفکیک بین جنس و جنسیت سکس و جندر صحبت کردن اونا حتی میگن این چیزهایی که ما بیولوژیک قلمداد میکنیم و زیل طبقه بندی سکس ازشون یاد میکنیم اونها هم یه حجم عظیمی از برساختگی اجتماعی درش بله ولی بل, بل... یه حدی ازش از 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 مورد نقد خیلی از خود فرمیستا هم, هم همینطوره ولی میخوام بگم که این بحثی در جریانه میش بحثی در جریانه نکته اول بنابراین اون تفکیکی که در ذهن شما هست تفکیکی که مورد گفتگو قرار گرفته در محافل روشنفکری و آکادمیک و میشه راجبش بس کرد نکته دومی که شما مسئله فرزند آوری رو مطفیم به نظرم اون مهمترین انتقاد احتمالی که چون از یه جایی به بعد ممکن مثلا زن تخمک گذاری نکنه و نتونه داخل بدن خودش فرزند چند تا فرزندی رو جنین رو پرورش بده چند تا نکته درباره این میشه اولا که فرزند آوری یکی از کارکردهای زندگی زناشویی و, و ممکنه خیلی از زوجها از یه جایی از تاریخ به بعد تصمیم بگیرن به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی بچه دار نشن. این نکته اول. نکته دوم تنها گزینه بچه دار شدن این نیست که فرد فرزند بیولوژیک خودش رو در رحمش پرورش بده. افراد میتونن فرزند به منزل خودشون بپذیرن و وارد بکنن. و نکته سوم هم اون سناریویی که شما در این راجبش صحبت میکنین زن میان سالی که در آستانه فروپاشی رابطه خب اگر رابطه پیشا پیش از دست رفته اگر رابطه پیشا پیش نیروی عاطفی خودش رو از دست داده این دو نفر که کنار هم بمونن نه فقط آشیانه گرمی برای هم تدارک نمیبینن بلکه ممکنه موجب و مایه آزار روحی هم بشه بذارید از قسمت آخر شروع کنیم خانم نیکو نظر حفظ رابطه به هر قیمتی حتی اگر عاطفی ای نیست این واقعا درسته آیا اون زنی که در چهل سالگی از همسرش جدا میشه اگر رابطه عاطفی وجود نداره به حال آزادتر نخواهد بود اگر به خصوص حق و حقوقی داشته باشه حقوق مساوی و اگر این هیبتی که ازدواج و بعد طلاق در جامعه دارن این تا حدی کمتر بشه اون زن در چهل سالگی در موقعیت بهتری خواهد بود اگر از زوجی که دیگه عاطفه بهش نداره جدا بشه صد درصد من صد درصد موافقم معلومه که اینطوره یعنی مسئله اینجاست که من فقط یک کوچیک یک یه،, یه خط برم به بحث قبلی اونم اینکه به هر حال مسئله بیولوژی رو ما نمیتونیم بذاریم کنار حالا چون اینجا توی بحث ما یه بیولوژیست نیست که با زبان ساینس و علم صحبت بکنه خب ما میتونیم بیایم بیشتر به سمت در واقع برساخت بر ساخت های اجتماعی و بر های اجتماعی صحبت بکنیم ولی ما نمیتونیم بیولوژی رو از این ب... از این قصه بذاریم بیرون و حذف کنیم و بعد ببینید ما اگر این چرخه زیستی رو اگر که در نظر بگیریم ما نمیتونیم همه عمرمون رو صرف تعقیب یار کنیم س... یا اون در واقع شریک عاطفی یا شریک جنسی شما اگر... شما, اگر شما اگر شما نمیت. اگر که سه تا چرخه مثلا 15 ساله در نظر بگیرید سه تا چرخه 10 ساله شما در نظر بگیرید چه زمان عظیمی رو ما احتمالا باید این وسط ها بذاریم برای اینکه کسی رو پیدا بکنیم و بعد احتمال من من به شما قول میدم اگر ایده شما پیاده بشه آدمای زیادی بیشتری نسبت به الان که تنها اصلاً تنها خواهند موند حالا نه ببینید شما یه فرضی رو در آینده ای که هنوز رخ نداده طرح می کنید بر اساس درکی که الان از اون آینده دارید ما باید این الگوها رو بحث بکنیم راجع بهش به اجازه بدیم محقق بشن و بعد ببینیم که ببخشید بعد مطالعات بلد تجربی بلد بلد ببینیم اجازه در این صحبت بود درسته که میگید خیلی از این جزئیات در آینده باید به بحث گذاشته بشه ولی واقعیت اینه که اگر زندگی به شما واقعیت تو کوتیشن به کار بله, بله 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 دقیقاً از نظر شما در این لحظه در بله, بله, بله اگر زندگی <applause> تقسیم بشه به چرخ‌های 10 ده، 15 ده ساله برای زوج که بعد بیان یا این ازدواج رو تمدید کنن یا نکنن این فوق العاده استرس زا خواهد بود برای اینکه فرض کنیم که نکنن اون وقت از نو باید هم خیلی خب چیزا رو شروع کنن عزیز ببینید اولا که شما فرض کردید که چنین چرخه هایی رو خواهد داد کاملا ممکنه که دو تا انسان عاقل بالغی که سالها در کنار هم زیستن سرمایه گذاری کردن سرمایه گذاری مالی عاطفی روحی کردن به راحتی و به صورت به این جمعندی برزن که من میخوام ادامه بدم بنابراین اون چرخه تکرار نخواهد شد در یک درصدی از موارد نکته دوم این که مق... هر وقت ما میخوایم گزینه های مختلف رو بسنجیم باید نقاط و قوت و ضعفشون رو مقایسه بکنیم و ببینیم که اه... کدام یک برتر هستن تو نقاط که خواهم همی... کرد. دو تا نکته دیگه من برد. یه دو تا استدلال در دفاع از این اه... نهاد جایگزین یا الگوی جایگزین هست که فرصت نشد بگم خیلی سریع اینا رو خواهم گفت که شاید در ادامه بس بهشون برسیم یکی این که ببینید در رابطه که این چرخه احتمالی رو نداره و بناس تا پایان عمر باشه و پایان نداره در این رابطه از یه مدتی به بعد طرفین رابطه شروع میکنن این نکته رو فرض بگیرن که طرف مقابل من هست اونجاست و انرژی و توان لازم رو به خرج ندن برای اینکه این رابطه رو سرزنده و سالم نگه میدونم که یه تکنیک های روانشناسی پیشنهاد شده که رابطه رو شما بازسازی بکنین و سرزنده نگه بدارین ولی دیگری رو مفروض گرفتن یه اتفاقی که در رابطه پایدار میتونه خیلی سریع بعد از یه مدتی رخ بده این نکته اول که از عوارض منفی ازدواج نکته دوم اینکه ما خروج از رابطه رو به این ترتیب راحت تر و وقتی که شما دارید در ازدواج دائم صحبت همیشه ما باید به عوارض طلاق توجه داشت که چه سنگینه و نکته پایانی همین که آدم ها به لحاظ ویژگی های روانشناختیشون با هم فرق میکنن تنوع الگوهای با هم بودن امکان رو برای افراد مختلف فر... فراهم میکنه که الگوی مورد نظر خودشون رو انتخاب کنن. یه جوری هم داره این اتفاق میفته. حالا مسئله سوال من از شما اینه که ما چرا انقدر این مسئله رو پیچیده بکنیم؟ اه... اولا که م... مسئله طلاق رو ما چرا انقدر بزرگ بکنیم؟ یعنی اینکه خب آدم‌ها ازدواج کنن بعد طلاق بگیرن. مسئله بعدی اینه این که... بزرگ که هست یعنی شما میدونید که در ناهنجاری های روحی در تراما هایی که افراد ت... تحمل میکنن مهاجرت مرگ عزیزان و طلاق کنار هم قرار میگیره هنوز از سنگین ترین وقایع زندگی درسته ولی خب ما یعنی یه طور دیگه هم میتونیم نگاه بکنیم اینکه ما قرار نیستش که اینو خیلی پیچیده و بغرنج بکنیم به خاطر اینکه اتفاقا این رو من فکر که یه اتفاق مبارکی همیشه هم دونست به خاطر اینکه الان در شرایطی در شرایطی که زن خصوصا در مورد این مسئله در مورد زنان مستاق داره زنان مجبور نیستن به خاطر اینکه فرزند طلاق تبدیل به استیگما شده یا یک در واقع لکه ننگی هست دیگه نیست بازنگری که در مقابل بازنگری پیشنهادی آقای سلطانی شما طرح میکنید اینه که به جای اینکه شما بیاید ده سال 15 ساله یه چین چرخهایی قرار بدید بیاید از ابتدا هیبت ازدواج و هیبت طلاق رو کمتر کنید این چیزی که من در نسل‌های جهان در غرب میبینم، یعنی به راحتی میگن به هم دیگه پیشنهاد میگن که خب ازدواج کنیم و تصور نمیکنن که تحت هر شرایطی به هر شکلی باید این رو ادامه داد منظور شما احتمالا اینه هم این هست هم, هم این که حالا این یه بخش از استدلالمه یعنی بخش بخش طلاق اما همین الان فرزان در در غرب ما همین مسئله همخونگی رو داریم یا اینکه شما چرا اینطور فکر نمی کنید که دو... یک زوجی که دارن با هم زندگی میکنن میتونن بر طبق قرار قراری که بین خودشون میذارن امکان خروج از رابطهشون رو داشته باشن امکان خروج از رابطه و برگشت به اون رابطه اتفاقا خب یک از بولگویی که من اتفاقاً اتفاقاً از... میکنم دیگه خب درسته. همین ولی الان هست همین... همین, همین, وجود داره قول دادن و پای قول موندن در دایره امکانات انسانی ما تعریف میشه خب ببینید من راجع به یه قول خاص صحبت کردم دیگه میدونم که آدم‌ها قول میدن و در خیلی از موارد میتونن پای قولشون بایستن من دارم راجع به این قول خاص صحبت میکنم که فرد میگه چون من الان عاشق تو هم تا پایان عمرم با تو خواهم موند من, من نمیتونم تصور بکنم که فرد به نحو عاقلانه ای امکانات خودش رو و بتونه ساخت... باشه و ساخت عشق رو در نظر بگیر و بتونه بگه که من پایبند خواهم من. نگاه اه... به این قضیه قول این است که انسان نباید از تصمیم های خطیر پرهیز کنه اگر فکر میکنه که باید به این رابطه رابطه ای که پونزده بیس سال ادامه داشته باید خاتمه داد باید بیاد پای این تصمیم خطیر خاتمه دادن بیسته و بگه عاطفه نیست من دیگه باید برم دنبال یک رابطه جدیدی تو رابطه دیگه ای من رشد میکنم توی رابطه دیگه ای ممکنه احساس کنم قابلیت های دیگه, دیگه من ظهور میکنه در ازدواجی که تا دم مرگ ادامه پیدا میکنه چه این اتفاقی نمیفته یعنی افراد علیرغم که از عاطفی جدا شدن این تصمیم خطیر رو نمیتونن بگیرن رو ندارن واقعا دیگه غیر از اینه تصمیم خطیر چی رو دقیقا؟ پایان دادن به ازدواجی که عملا ذر عاطفی دیگه به توهیه من فکر می‌کنم ما داریم در دورانی زندگی می‌کنیم که آدم‌ها این امکان رو این رو دارن این جسارت رو دارن که این کارو بکنن و لازم نیست اون در واقع تجویزی که آقای سلطانی نه لزوما نه لزوما مخصوصا با الان با این در واقع محبوبیت گرفتن شیوه زندگی همخونگی که آدما با هم زندگی میکنن تا یه حدودی قوانین قوانین ازدواج هم یا یه شکلی از, از ازدواج میتونیم بدونیمش حداقل در اروپا من قوانین آمریکای شمالی رو نمیدونم ولی میدونم در اروپا به هر حال یه شکلی از, از ازدواج شما میرین و ثبت میکنین در شهرداری و یه قوانینی حاکمه ولی با گیر کمتر اتفاقا یه مقداری اون توقعات شما رو پاسخ میده بخاطر اینکه در انتهای رابطه گیر و کمتری نسبت به طلاق داره در عملم داره این اتفاق میفته نه خیلی ش... خوش حالاً که داره میفته ولی من میخوام بگم که واقعا در حال افتادن نیست چون این نظرسنجی هایی که من بهش اشاره کردم مربوط به 2017 هست نظرسنجی های متأخره و این ایده که ما میخوایم تا آخر عمر با هم بمونیم حدود 75 تا 80 درصد پاسخ دهنده ها گفتن که ما این تلقی رو داریم ما فقط راجع به جوامع غربی پیشرفته شهرهای بزرگ این جوامع صحبت نمی کنیم میدونیم که خیلی شهرهای کوچیک در مناطق میدونیم سنتی تر و مذهبی تر جوامع مختلف وجود دارن که با همین درک رمانتیک از مناسبات انسانی وارد رابطه زناشویی میشن گسترش الگوهای جایگزین و دفاع ازشون و نشون دادن وجه اخلاقیشون و کارکردهای مثبتی که میتونن داشته باشن به عنوان یه فرهنگ عمومی میتونه نفوذ بکنه به جاهایی که مستاق نکاتی که شما گفتین نیست. آقای سلطانی شما فکر میکنید در اون چه که در ایران ازدواج سفید نامیده میشه در خارج از ایران اسمای مختلف داره زندگی کردن زیری سقف معادل خیلی خوبی نیست برای اینکه دو نفر میتونن زندگی کنن مثلا همخونه باشن ولی ازدواج سفید تا حدی رسا هست در سر جامعه ایرانی یعنی دو نفر واقعا با هم زندگی میکنن بر اساس عشق و عاطفه و اینها صرفا ازدواجشون رسمی نیست چنین چیزی فکر میکنید کماکان اون مفهوم رایجی که شما به نقد میکشید یعنی تا آخر اون با هم دیدن با هم موندن رو داره یا نه در ازدواج های سفید به نظر میاد زوج ساده تر این قضیه رو میبینن و وقتی که نتونن ادامه بدن ادامه نمیدن و به این معنا شاید اون راحل که گفته یه خانم نیکو نظر عملا داره جا میفته در خیلی از جا بله ببینید فرقی که ازدواج سفید با این الگوی پیشنهادی داره اینه که در این الگو ما داریم پیشنهاد میکنیم که دولت هم به رسمیت بشناسه این رو و جامعه هم به رسمیت خیلی از افراد هستند که مایلن وارد رابطه ازدواجگونه بشن به صورت عمومی و متعهل محسوب بشن در زندگی اجتماعی در به وسیله دولت حقوقشون به عنوان افراد متعهل به رسمیت چنان... ازدواج سفید به رسمیت شناخته میشه و حق و حقوق ازدواج رو داره بله اگر چنین باشه شما دارید میفرمایید که در یک جاهایی از دنیا به سمت این الگو پیش من دارم در مورد جاهایی صحبت میکنم که این اتفاق نیفتاده هم. و فرق اینکه افراد زیر یک سقف با هم زندگی بکنن ولی رسما ثبت نشده باشه با ازد... ازدواجشون به وسیله دولت این هست که ما اونجا داریم در مورد یک ساختار بزرگ که اسمش دولته و حقوقی که دولت میخواد حمایت بکنه صحبت میکنیم این اتفاق در ازدواج سفید نمیفته نمیافت. به اضافه اینکه که در ازدواج سفید اونجا که فرزند به دنیا میاد حتی زوجی که ازدواج سفید الگوشون بوده خودشون رو متحد میبینن واقعیت اینه دیگه واقعیت به قول شما در نقل قول کماکان یعنی داده ها به ما چنین میگن که در ازدواج سفید هم بر اساس کارکرد فرزند آوری زوج خودشون رو متحد میبینن ادامه بدن آیا این ما رو به اینجا نمیرسونه که بگیم واقعا این کار کرد،, کار کرد فرزند آوری و در ادامه بزرگ کردن و آموزش فرزندان چنان سایه انداخته روی مفهوم ازدواج که عملا فرد درش نابود شده این نهاد نابود شده شاید خیلی لفظ پررنگیه عملا فرد استقلالش گرفته میشه و اینکه فرد بتونه تصمیم بگیره این رو خاتمه بده این ازش سلب میشه ام من قبول دارم اصلا به خاطر همین یه سری نقده فمینیستی هست در مورد اینکه ما بعد اصلا ازدواج از بیولوژی جدا بکنیم تو صحبت های آقای سلطانی هم بود نکات خوبی مطرح کردن در مورد بحث مادری اینکه قرار نیست مادران همیشه مادران طبیعی باشن مادران میتونن مادران اجتماعی باشن و به اندازه کافی در واقع فمینیست ها در مورد این موضوع بحث کردن اما مسئله اینجاست که در, در این چارچوبایی که الان ما داریم زنانی که میخوان مادران طبیعی باشن خب و و میخوان در خارج از چارچوب ازدواج این کار رو انجام بدن با توجه به محدودیت هایی که در حال حاضر هست در همین جوامع اروپایی کار آسونی نیست یعنی و اینا وارد مرحله یعنی کار آسونی رو نمیتونن انجام بدن یه گزارش سیاست گذاری می یه پالیسی ریپورت که یک خانم پژوهشگر این کار انجام داره که دانشگاه دانشگاه آکسفورد هست در مورد زنانی که تک والد هستند و بچه رو میخوان خودشون به تنهایی بزرگ بکنن و خارج از رابطه ازدواج هستند. اینها یک آمار زیادی افسردگی و یک آمار زیادی فقر یعنی یک... الان در اروپا 80 به 20 هست یا 70 به 30 دقیقاً ولی آمار اینچنینی وجود داره 20 یا درصد مردم تکوالد خانواده ها تکوالد هستند و بیشتر اینا زنان هستند و بیشتر اینا با مسئله نسبت به مردان با مسئله بیشتر فقر و مشکلات مالی و مسائل و و و مسئله افسردگی مواجه هستند به دلیل اینکه این کار آسونی نیست نه فقط به دلیل ساختار اقتصادی بلکه به دلیل ساختار فرهنگی و جالبترینش نشین این هست به دلیل کلیشه های جنسیتی اینکه زنانی که مادران در واقع هم مادر هستند و هم قراره که خانواده رو اداره بکنن و کار اقتصادی انجام بدن در خانواده دوچار نوع استراب و وسواس بهترین بودن هستن که سناریویی که آقای سلطانی دارن طرح میکنن این وضعیت تشدید خواهد شد مادران تک والد بیشتری خواهیم داشت که در چرخه فقر و محرومیت خواهند بود و مردانی خواهیم داشت که دنبال عشق میگردند ببینید میخوان هر 15 سال اون بیرون یه نگاه بکنن ببینن که آیا بخلا <تصفح> <تصفح> رو زدید یعنی نگاه نگاه مردانه است به... از نظر ایشون ببینید قضیه... من دیگه چند تا نکته رو تایید بکنم و تاکید بکنم و, و تصحیح بکنم اونم این که شما وقتی یک پیشنهاد فراهم میکنین که اون پیشنهاد قرار نیست همه این مشکلات رو حل بکنه درسته مشکل مرد سالاری مهمه و هست و نفوذ داره در همه ساختارهایی که ما باش دست و پنجه نرم میکنیم مشکل فقر هست مشکل نجات پرستی هست این پیشنهاد که بنا اصلا به اونا دست بزنه مگر اینکه شما بتونین استدلال بکنین که این اونا رو تشدید میکنه که خب اون خیلی استدلال دشواری خواهد بود اما اگر به یه اندازه فرض کنیم که مرسلاری در هر دو تای این الگوها حاضره این نقطه ضعفی برای الگوی پیشنهادی محسوب نمیشه مگر اینکه الگوی پیشنهادی مدعی شده باشه که من میزان مرسلاری رو پایین بیارم این نکته اول نکته دوم من باز دوباره شما الان میدونید بر یه تلقی ذاتگرایانه از رفتارهای مردانه به نظرم دارید انگشت میگذارید یعنی اگر من درست فهمیده باشم شما میفرمایید که مرد این تمایل به خروج از رابطه عاطفی رو بیشتر یعنی اون مثالی که زدید که میخواد نگاه کنه بیرون رو من نمیدونم معنیش دقیقاً چی اگه معنیش اینه که مردان بیش از زنان مایلا خارج بشن از رابطه اولا ما احتیاج به آمار داریم ثانیا این کاملا ممکنه یه رفتاری باشه که فرا گرفته شده باشه به نظر میاد آمار در این مورد هست من نمیتونم به یک آمار خاص اشاره کنم ولی این جا افتاده که مردها بیشتر دنبال روابط, های جنسی شید. جدید هستن و زن بیشتر دنبال صبات هستن خیلی, خیلی از این داده ها البته راجع به چیزهایی که وجود داره بلی. ولی اینها که میدونی اینها که از ذات زن و خب، ما میدونیم که بس رفتار... یعنی در نه بس مهم مهمیه این داده ها اگر هم باشه این, حاس... این یک ساخت اجتماعی این حاصل وضعیت موجوده نه رفتار بس... مردان و زنان در موقعیت های تازه میتونه متفاوت, باشه من مت عرض کردم مردی که با زنی که دوستش داره داره زندگی میکنه و در مناسبات با... این احتمال رو میده که دو سال دیگه اون ممکنه همسر من نباشه ممکنه رفتارش با مردی که فرض میکنه این زن تا ابد همسر من خواهد بود متفاوت باشه یعنی میخوام بگم در الگوها و ساختارها و نهادهای تازه رفتارهای مردانه و زنانه میتونه متفاوت باشه اه من نه در واقع هیچ نگاه ذاتگرایانه ای نداشتم اینجا فکر نمی کنم اصلا فکر میکنم برداشتون درست باشه چون اصلا من اون سمت نرفتم و در مورد اینکه آیا مردان این بیشتر به سمت این میرن که حالا از این چیزی اصلا مربوط به ذات و تمایل ذاتی نیست بحث سر اینه که وقتی شما در جامعه مرد سالار زندگی میکنید و شما بلحو... ب... به به عنوان یک مرد سوشال استیتوس یا اون در واقع جایگاه اجتماعی بهتری دارید قدرت اقتصادی بیشتری دست. دارید قطعاً شما امکانات بیشتری دارید برای اینکه از رابطه ازدواج بیرون بزنید هم و من اصلاً بحثم زادگرایانه نیست من یک دغدغه دق دق دارم ما این بحثو داریم به فارسی انجام میدیم و در یک رسانه ای ایرانی و این مخاطبان ما مخاطبان ایرانی و افغان و تاجیک کسایی هستن که به فارسی صحبت میکنن بله. و ما در خود در, در ایران مسئله ازدواج هم یه مسئله قرن 19 از قرن 19 تا الان زنان ایرانی دارن برای رابطه می میجنگن الگویی که من پیشنهاد میکنم چند همسری رو پیشنهاد نمیکنه نه من نمی متوجه هستم که شما چند همسری رو پیشنهاد نمیکنید ولی همین همین ایده که ما هر پنج،, پنج, سال ده سال 15 سال بتونیم یه, یه, سرک بکشیم بیرون از رابطه ازدواج تعبیر شما تعبیر سرک من به نظرم ام... تعبیری که توش جاجمنت هست اجازه بدین اونو به کار نبریم ام. سوال اینه که طرفین با حرف شما موافقم در لحظه مذاکره درباره جزئیات قرارداد اون نابرابری مردسالارانه حتما خودش رو تحمیل میکنه ولی همونطور که عرض کردم این الگو بنا نداره که مرسال مشکل مردسالاری رو حل بکنه بنا داره مشکلات دیگه ای رو که من بهشون اشاره کردم حل بکنه بنابراین مردسالاری هست هممون باید تلاش بکنیم که کنترل و تصحیحش بکنیم ولی اگر شما استدلال شما میخواد به استدلال من مربوط باشه و به چالش بکشه یا نقدش بکنه باید نشون بده که الگوی پیشنهادی من بیشتر مرد ساران است از الگوی چالش یه نکته دیگه هم خانم نیکو نظر در اینجا باید دوباره طرح بشه چون در ابتدای صحبت آقای سلطانی بود همین لفظ سرک کشیدن نشون میده که شما بلا فاصله دارید برتری اخلاقی میدید به ازدواجی که بر اساس قول وفاداری تا دم مرگ هست و اگر اشکال دیگه ایجاد بشه شما تعبیرهای دیگه در موردش به کار میبرید اگر این قضاوت ها کم کم از بین بره زمینه های اشکال جدیدی از ازدواج فراهم میشه دیگه یا به حال اینها ممکنه کافی نباشه بنان دره ولی کمک میکنه برای اینکه الگوهای جدیدی رایج بشه دیگه من فکر می که یک سوء تفاهمی از ابتدای این بحث تا همین الان اینجا ادامه داره و اونم اینه که من به هیچ عنوان نمیخوام بگم که شیوه های جایگزین نباید باشه من اصلا اینجا نه از عشق رمانتیک دارم دفاع میکنم و نه از ازدواج سنتی دارم دفاع میکنم کنم طرفدار گونه گونی در الگوهای ازدواج هسته؟ 100 درصد آیه سلطانی نکته هست که خیلی در واقع ممکنه عادی و خیلی پیش پا افتاده به نظر برسه برای اینکه مدام تکرار شده ولی در واقع نامعقولش نمیکنه اونم اینکه ازدواج مراحل مختلف داره شما ممکن از عشق رمانتیک شروع کنی و بعد از سی سال به رفاقت برسید حتی ممکنه رفاقت به اون معنایی که مرسومه نباشه بلکه یک همکاری باشه مثلا بزرگ کردن فرزند یک پروژه بسیار خطیر و بسیار ده رشد است برای بله. خود والدین هم بله. اگه شما در این پروژه یک همکار خوب دارید که همسرتونه ولی عشق رمانتیک بهش ندارید کماکان ممکنه فکر کنید این میارزه کما اینکه بیشتر مردم چنین فکر میکنن و این نگاه شما و تجویزی که ازش حاصل میشه این رو نادیده میگیره که ازدواج در روابط این چنینی میتونن در واقع اشکال مختلف پیدا کنن حتی من مثلا زوجهایی رو دیدم که بعد از اینکه فرزندشون رفته دنبال زندگی اون وقت دور هم نشستن دور هم یعنی با هم نشستن به یک پروژه جدید تعریف کردن مثلا یک کار تحقیقی خیلی خوب که بهشون انگیزه میده شروع کردن بله. چرا برای اینکه اینها در طول زندگی مشترک فهمیدن همکارهای خوبی هم با هم هستن بله. بر چیزهای دیگه حالا اگر ما به گفته خانم نیکو نظر زندگی مشترک رو تبدیل کنیم به چرخه های ده پونزده ساله این جنبه از کار فراموش نمیشه؟ اتفاقا به نظرم ممکنه تقویت بشه برای اینکه شما فرض بکنین که ببینید یعنی وقتی که ما میگیم قرار بذاریم برای یه مدت زمان محدودی که نمیگیم به صورت خودکار رابطه برای همیشه پایان خواهد پذیرفت این امکان کماکان برای اون دو نفری که در شرایط در مورد نظر شما هستن هست که بله فکر کنن که بله ما میخوایم بچه دار بشیم بله چه بچه موفق و خوبی تربیت کردیم بله چقدر ما همکاران خوبی هستیم رفقای خوبی هستیم و در واقع ادامه بدن بید. فقط به نحو خیلی محترمانه این نکته رو به رسمیت میشناسه که ما حق تصمیم گیری رو از همدیگه سلب نکنیم در چنین ب... شرایطی حرفتون قطع میکنم چون پیش از پایین برنامه است برای مهمه در چنین شرایطی یکی از محدودیت هایی که شما ممکنه فکر کنید باید برداشته بشه امکان داشتن رابطه ی جنسی رابطه سکسی خارج از چنین قراری رو هم شما جزء اون محدودیت هایی که باید برداشته بشه میدونید یا اینکه شما فکر میکنید که باید صرفا محدودیت زمانی قرار داد که دوباره تجدید بشه برای اینکه واقعیت اینه که تو خیلی از جامعه در ایران هم ما میشنویم چیزایی در این زمینه گفته میشه خیلی از زوجا ممکنه بگن که ما با هم بمونیم تا دم مرگ ولی در این حال اگر احساس کردیم نسبت به کسی تمایل جنسی داریم این رو مخفی نکنیم رو راست باشیم با هم دیگه چه این چیزی هم در تمام اون... جزئیات مناسبات آینده میتونه به وسیله زوجین در ابتدای رابطه زناشوییشون مورد گفتگو قرار بگیره هیچ کدوم از اینا به نظرم چیزی نیست که نشه بهش دست زد اون محور اصلی پیشنهاد من این نبود به همین خ... ب... خاطر بود که گفتم بعضی از به اصطلاح مزایای اخلاقی ازدواج پایدار رو میشه در ازدواج با این الگو هم نگه داشت از جمله تعهد طرفین به وفاداری قول دادن به اینکه تو تنها شریک عاطفی و جسمانی من میتونه میتونه اینجوری دیده بشه میتونم الگوهای جایگزین مورد بحث قرار بگیره کسایی ازدواج خوب دارن که هم خودشون رو خیلی خوب میشناسن هم جهان اطرافشون رو خیلی خوب میشناسن یعنی میدونن با خودشون چطور ارتباط بگیرن میدونن با جهان اطرافشون چطور ارتباط بگیرن و اینکه شما یه ازدواج موفق داشته باشید خیلی هم برمیگرده به اینکه چقدر در مورد ارت... یعنی حوزه روابط میدونید و چقدر آگاهی دارید یکی از بحثایی که شما دارید توی این حوزه بحث این هستش که خب اگر که اینو ما کوتاه کوتاه بکنیم آدم ها با, کم با خستگی کمتری مواجه میشن اما مثلا در همین حوزه که چطور ما احساس خستگی کمتری بکنیم در ارتباط به یه فرد دیگه خیلی خیلی بحث‌های خوبی شده مثلا مش... به طور مشخص یه خانم روانشناس بلژیکی که تو این حوزه خیلی خوب کار کرده در مورد اینکه ما چطور اون ابژه میلمون رو همچنان در واقع جذاب نگه, جذاب داریم و چه با چه تکنیکی ما میتونیم در واقع توی رابطه ازدواجمون باقی بمونیم و دوچار اون خستگی نشیم و خیلی بحث جالبی این خانم انجام میده در مورد اینکه ما در مورد اینکه... ما... یعنی من دارم در مورد اینم حرف میزنم که ما بحث آموزش رو و بحث اینکه روی مهارت های احساسی خودمون کار بکنیم رو هم نباید نادیده بگیریم و برای بسیاری از این چیزها راه وجود داره این فکر خانم... میکنین وقتی که فرض دوام وجود داشته باشه این راه ها یا این تکنیک ها بیشتر آزمایش خواهد شد بیشتر نه من بخواهد. این نمیزنم ولی میگم راه های اون بیرون هست یعنی که ما در مورد خستگی با خستگی و افسردگی و عصبیت به عنوان ام، به عنوان یک سرنوشت محتوم و قطعی تمام روابط و تمام ازدواجات نمیتونیم, حر... نمیتونیم حرف بزنیم این رو فرض زمین بگیم. بله متوجه هستم میخوام بله من چنین فرضی فرض رو... نداشتم بله آقای سلطانی هم خواهد گفت که چنین فرضی نداشته خیلی ممنون به آخر برنامه این هفته می رسیم تشکر که پایین بحث نشستید و تشکر از مهمان های برنامه ابراهیم سلطانی و لیلی نیکو نظر در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه را روی یوتیوب هم منتشر میکنیم به این ترتیب اگر طرفدار دیدنش در یوتیوب هستید میتونید زودتر از دیگران برنامه رو ببینید هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بس در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافت و پادکست برنامه هم در تلگرام بخش فارسی بی بی سی منتشر میشه چند دقیقه بعد از خاموش شدن این دوربین ها یه گپ خودمونی خواهیم داشت خیلی ممنون شب و روزتون خوش